فرمانده پلیس عراق در رابطه با تلاش‌ها برای پس گرفتن شهر موسول گفت حسن سعید الجبوری که تنها 25 روز پیش از سوی گروه داعش به فرمانداری شهر موسول در عراق منصوب شده بود در حملات هوایی ائتلاف کشته شد. الجبوری دومین فرماندار منتسب داعش در موسول است که در ماه جاری در جریان حملات به رهبری آمریکا کشته می شود. موسول سنگر امن داعش نزدیک منطقه خودمختار کردستان است که داعش اوایل سال جاری آن را تصرف کرد. وزارت دفاع آمریکا گفته است تلاش‌های پس گرفتن موسول ماه آینده آغاز خواهد شد. از سوی دیگر یک گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از کشته شدن 37 غیرنظامی در مناطق تحت کنترل داعش در سوریه خبر می‌دهد. این گروه همچنین می‌گوید 44 تن از اعضای داعش نیز در درگیری با واحدهای کرد در ایالت الحسکه و 14 جهادی داعش در درگیری در کوبانی کشته شدند. در میان پدر خلبان اردنی که پس از سقوط جت جنگندش به اسارت جهادی های داعش در آمده است، خواهان آزادی او شد. و اوجه رساله الى اخواننا دولت الاسلام في سوريا. من از برادران سخاوتمند داعش تقاضا می کنم با پسرم خلبان معاذ با سخاوت رفتار کنند. از خدا طلب می کنم قلب آنها را از محبت مملو کند و او را به خانواده، مادر و همسرش بازگردانند. پارلمان اردن نیز پنجشنبه نسبت به عواقب هر گونه آسیب رساندن به خلبان اسیر آن کشور از سوی داعش هشدار داد. گروه داعش مدعی است که با موشک هواپیما را سرنگون کرده و عکسهایی از خلبان آن را پس از اسارت منتشر کرده است. ولی سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا گفت ما با اطمینان می توانیم بگوییم که برخلاف ادعای سازمان تروریستی داعش هواپیما سقوط کرده است. ائتلاف به رهبری آمریکا از سپتامبر حملات هوایی علیه مواضع داعش در سوریه را آغاز کردند و سوی پیشمرگه های کرد و برخی گروه های اپوزیسیون در سوریه حمایت می شوند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.